اگر تو زندگی مشترک حالتون حال خوبی نیست، رابطتون با همسرتون رابطه خیلی صمیمی و عاشقانه و رابطه خوبی نیست، درگیر تنش و اختلاف و درگیری هستید، سه تا کار در برابر این مشکلات ما میتونیم انجام بدیم. اولین کار و شاید ساده ترین کار اینه که بشینم دست روی دست بذارم، فقط غر بزنم، گلایه کنم، شکایت کنم، بگم خدایا چرا زندگی من این شکلیه، چرا حال من حال خوبی نیست، چرا رابطم با همسرم رابطه خوبی نیست، و شکست خودم رو در زندگی مشترک بپذیرم و قبول کنم. راه دوم اینه که خب بریم طلاق بگیریم، جدا بشیم. بعضی ها در برابر مشکلات زندگیشون مسیر طلاق رو انتخاب میکنن. جدایی و طلاق در برابر مشکلات زندگی در ابتدای امر اصلا کار درستی نیست. طبق تحقیقات و آمارهایی که گرفتن 90% خانمهایی که طلاق گرفتن بعد از یک سال اینها پشیمان میشن از اینکه چرا جدا شدن. میگن ای کاش عجله نمی کردیم، ای کاش زود تصمیم نمی گرفتیم، ای کاش کمی صبوری می کردیم، ای کاش همه جوانب این طلاق و جدایی رو می سنجیدیم، به آسیبهای بعد از طلاق هم فکر می کردیم. البته اشتباه نشه، نمیخوام بگم هیچ کسی نباید جدا بشه. اگر واقعا زندگی شما طوریه که هیچ امیدی به اصلاحش نیست و اصلا موندن شما آسیبهاش بیشتره تا اینکه شما جدا بشید، بله اونجا با مشورت مشاور و متخصصین میتونم تصمیم به جدایی بگیرم. اما سومین راهکار که شاید عاقلانه ترین راهکار باشه اینه که تا جایی که میتونم سعی بکنم زندگیم رو نجات بدم، زندگیم رو احیا بکنم، سعی بکنم زندگیم رو حفظ بکنم. اگر برای این که رابطم با همسرم خوب بشه نیازه که من خودم رو اصلاح بکنم، خطاهای رفتاریم رو پیدا بکنم، ضعفها و ابهام رو پیدا بکنم و اونها رو اصلاح بکنم، حتما همین کار رو بکنم. اگر نیاز مشاوره برم باید مشاوره برم، اگر نیاز آموزش ببینم کتابی بخونم، این کارا رو انجام بدم. دوستان عزیز، تا جایی که میشه باید زندگیتون رو حفظ بکنید، باید اون عشق و صمیمیت و محبت رو برگردونید به زندگیتون. برای طلاق و جدایی و اینا همیشه وقت دارید. بریدن دوستان کار سختی نیست، این دوختنه که کار سختیه. تا جایی که میتونید سعی بکنید زندگیتون رو حفظ بکنید. ان شاءالله زندگیتون مملو و از آرامش و عشق و صمیمیت باشه.